باید از گذشته آنچه نیک است برداشت و آنچه بد است بازگذاشت. احمد کسروی. در ملکه صحرا درامی به کارگردانی ورنر هرتزوگ 2015، شرق‌شناسی نامی، زنی از اشرافیت علمی و مالی و صنعتی بریتانیا، از خانواده‌ای که با امثال چارلز داروین معاشرت داشت، زنی کشورساز به روایت تاریخ، زنی که نخستین فارغ التحصیل آکسفورد در رشته تاریخ بود و جغرافیای سیاسی و قرن بیستمی بین النهرین و شامات دست پخت اوست، گرت‌رود بل اواخر قرن 19 میلادی به تهران می آید و شوهر خاله ناتنیش که سفیر انگلستان نزد سلطان ناصرالدین شاه قاجار است پذیرای وی می گردد. صفی کبیر دولت فخیمه گیلاس شامپاینش را به سلامتی گرت‌رود بالا برده، مست و مسرور می گوید به سلامتی پرشیا، کشوری که 5000 سال است شعر می گوید. گرت‌رود 23 ساله از راه نرسیده به آموختن زبان فارسی روی می آورد، چرا که هرچه انسانی است اجتماعی است و هرچه اجتماعی زبانی. گرت‌رود هم زبان ما را آموخت تا ما و اجتماع ما را بیاموزد. گرت‌رود فارسی یاد گرفت تا به روحیات ذل‌الله رند و نظربازی که سایه لطف او محیط باشد جمله عالم را، از جمله ضمیر ناخودآگاه ما را پی ببرد، به روحیات خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین محمد، نامدار به لسان الغیب، معروف به ترجمان الاسرار، مشهور به لسان العرفا، ملقب به ناظم الاولیا و مفخر العلماء و شمس الملت و الدین و غیره ذلک، متخلص به حافظ. یادآوری می کنم که نه کوپرنیک لقب داشت و نه اینشتین، و ایزاک نیوتن را تنها به لقب سر شناختند. باری از آن روزگار تا امروز یک قرنی می گذرد. در آن روزگار حوالی 1300 در تقویم ما و 1920 در تقویم دنیا، زمانی که در روسیه اقلیتی مصمم قدرت را از روی زمین برداشته بود و آوانگارد فکریش به مفهوم توده برای نخستین بار در تاریخ تحت عنوان میسمن تجسمی نظری و هنری می‌داد، زمانی که پس از پایان نخستین جنگ داخلی اروپا از یک سو و نسل کشی 30 ساله اقلیت مسیحی در عثمانی از سوی دیگر، در ترکیه نوپا افسری جوان همراه با اقلیتی مصمم دستگاه خلافت را کلن منحل می کرد، در چنین زمانه‌ای در ظلمت سایه خدا ایران ما، ایده‌ای متروکه در ممالک محروسه در سایه سلسله ائمه اطهار و سایه ایشان سلسله علمای اعلام، خمارتر از همیشه بود. روزگاری تاریخ که به عهد ناصری معروف شد و شرح حال رجال آن روایت تلخ تاریخ طنز است، طنزی که آبستن تراژدی مشروطه اسلامی شد. مهدی بامداد مؤلف شرح حال رجال ایران در 1357 به درستی میگوید که تاریخ رجال هر ملت آینه تمام نمای هیئت اجتماع آن ملت است. آری، شیخ حسین مشهور به شیخ شیپور، ملقب به امین العلماء، یکی از همین رجال و آینه تمام نمای هیئت اجتماع ملتی بود که ما باشیم، یعنی از بزرگان و از نجیبان و از اکابر ما بود. شیخ حسین مشهور به شیخ شیپور از دلغک‌های دوره ناصری و مظفری، آخوندی بود بلند قامت، گردن کلوف، شکم گنده و با صدایی نظیر صدای گاو که در حضور شاه بازی در می‌آورد و مسخرگی می‌کرد. ناصرالدین شاه دستور داد تا به عنوان خلعت پالان اولاغی آورده روی او بگذارند. پالان را آوردند و روی او گذاشتند و مدتی خر شد و صدای خر از خود دراب می آورد. بعد هم پالان را تمیز کرده با خود می گفت تن پوش مبارک است، تن پوش مبارک است. شیخ شیپور در ایام مبارک رمضان مجلس قرائت قرآن دایر می کرد و در اواخر عمر به مکه رفت و ملقب به امین العلماء شد.
حاشق شیپور همراه با حاشق فضل‌الله نوری و شمس العلماء قزوینی و حاشق اکبر بروجردی و حاج میرزا هادی پسر حاشق فضل‌الله در 1319 قمری 1901 میلادی در سفر مکه بود که دزدان به قافله حضرات زده آنان را لخت کرده و پیاده در بیابان‌ها رها می‌کنند و حکومت که از این امر مطلع شده برای هر یک خری حاضر می کند که سوار شده به راه خود ادامه دهد. دربارهای ایران از این قماش زیاد داشتند و ضمناً مشوق اشخاص در این رشته نیز بودند. اشخاص هم برای تقرب به سلاطین و هش با اعیان و اشراف که کارشان بیکاری و بیاری و تنبلی و تنپروری بود دلقکی و مسخرگی پیشه می کردند که به گفته زاکانی رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. از دلقک ها یا دلقک های دوران ناصری کریم شیرعی و اسماعیل بزاز و اکبر غوره هم بودند. اعتماد السلطنه در یادداشت های خود آورده جمعه 8 ذیحجه شتر قربانی را حضور شاه آورده بودند و اسماعیل بزاز بازی در آورده با پسر خود لوات می کرد، یعنی نه لوات حقیقی، مشابه لوات، و گفته بود این پسرک خواهد داد، چرا من خودم نکنم. بعد هم شتر و مطاربه را به اندرون برای ملیجک برده بودند. اسماعیل بزاز در اواخر عمر از کار خود دست کشید و تائب شد و به مکه رفت و حاج اسماعیل بزاز شد و از پولهای اندوخته مسجدی عالی ساخت در خیابان اسماعیل بزاز مولوی کنونی. باری بگذاریم و بگذاریم که هم شرح حال رجال ماست و هم شرح حال ما. در چنین روزگار و دنیایی بود که در میهن ما میهندوسی از جنس مردان تاریخ برخواسته از میان توده از سربازی تا پادشاهی فلات ایران را میپیمود. رضا سوادکوهی آمده بود تا رضا شاه شود، رضا شاهی که هرگز آسوده نخوابید. وی به میدان آمده بود تا با اقلیتی مصمم از بهترین های این مرز و بوم میهن ما را از بدترین به بهترین برساند. زمانی که کسروی تاریخ ایران را در دانشکده نوپای افسری درس می‌داد، علی اکبر داور در طویله عدلیه را 6 سالی پیش از آن تخته کرده بود و دست آخوند جماعت را از این آخر همیشگی دزدی شرعی بریده بود. داور 18 بهمن 1305 وزیر شد. فردای آن روز تعداد زیادی از قضات و مقامات عالی رتبه سنتی را از کار منفصل کرد. روز بعد تمام تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه را منحل کرده و 2.5 ماه پس از آن تشکیلات نوین دادگستری در 5 اردیبهشت 1306 آماده به کار شده بود. پیش از انتصاب به دادستانی تهران از سوی داور در همان سال کسروی دیداری را که با وزیر خیش داشت چنین به یاد می آورد. عصر که رفتم داور در اتاق سرپا ایستاده ساعتش را به دست گرفته بود. من که رسیدم چنین گفت: 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم، با شما باید سرپا صحبت کنم. مردان و زنان تاریخ ساز از این جنسند. مردان و زنان تاریخ ساز از این جنسند. آنها از قعر متعفن ممالک محروسه متشرعین برخواستند تا ایران را از نو بسازند. در سرزمینی 10-12 میلیونی فلک خورده و فلک زده که رعیتش هم نوعی عمامه به سر داشت و ولایات علما و ایالات ظل السلطان ها و نایب السلطنه ها هم مفسد و هم متشرع و هم مشوق امثال شیخ شیپور به دلیل معافیت از مالیات مشمول سربازگیری هم نمی شدند. آنها در سرزمینی پا به میدان فکر و عمل گذاردند که برلنی هایش در نشریه کاوه آرزوی یک استبداد منور را داشتند. تاریخ سازان از جنس طوفانند نه نسیم، از نژاد تنباد و کولاک و قران، از تیغ بران. آنها به دنبال مردان صحیح العملی بودند تا با مشروطه ای ناقص هم که شده دست به کار کوشش و اصلاح مملکت گردند، نه حرف و حرافی و تشریح حافظ و فال لسان الغیب و تفسیر مولانا. آنها همانند کاظم‌زاده ایران شهر ایران شهری می اندیشیدند و ایران شهری می نوشتند و ایران شهری عمل می کردند.
همانهایی که مانند دستندرکاران تبعیدی کاوه در ایران شهر در به در به دنبال دیکتاتوری مسلمی گشتند تا چراغ کوشه های ما را به زور هم که شده روشن کنند، وضع لباس ما را به زور یک نواخت و یک روند نماید، معارف ما را به زور اصلاح کند، از فتنه های مجلس ملی ما به زور جلوگیری نماید، دربار سلطنتی ما را به زور اصلاح و تصفیه کند، عمله خلوت آن را به زور از اشخاص منور و فکر بگمارد، مستخدمین بیهنر ادارات را به زور اخراج نماید، مداخلات روحانیون در امور سیاسی را به زور جلوگیری نماید، مجلس شورا را به زور از اشخاصی انتخاب کند که فی ما بین انستیتوی پاسدور و استب فرق بگذارد و بالاخره پرده اوهام را به زور از جلوی چشم ما رد نماید و آن وقت ما را به حال خود بگذارد که تفکیک ایدئال از مهم نماییم. آنها از چنین سرزمینی برخواستند تا با اصلاحات ساختاری خیش اندیشه ایران شهری را دوباره زنده و ایران را از نو بسازند که در نبود اصلاحاتی از این دست حاکمیت ملی و ساخت و ساز شهروندی توهمی بیش نیست. آنها در نبود یک صنعت نشر و ترجمه و در نتیجه بدون دسترسی به آثار مونتسکیو، فیلسوف فرانسوی و مبدع نظریه تفکیک قوا، گویی به جوهر مفهومی اندیشه وی پی برده بودند که در حکومت‌های استبدادی، در جایی که خبری از قوانین بنیادین در میان نیست، چیزی تحت عنوان امانتدار قانون هم در کار نیست. از همین روست که در چنین کشورهایی مذهب معمولاً از چنین قدرتی برخوردار است، چرا که هموز که به نوعی امین قانون و تداوم آن می‌گردد. آنها بدون آنکه با روح القوانین مونتسکیو آشنایی داشته باشند، گویی با تجربه و با عقل سلیم خیش به این مهم پی برده بودند که القای امتیازهای ملوک و طوایف، روحانیت و اشرافیت بلافاصله یا به حکومت مردمی منتهی می‌شود یا به استبداد، و حکومت مردمی هم به قول فیلسوف فرانسوی در نبود فضیلت‌های مورد نیاز چنین حکومتی در جامعه با فساد جمهوری و اضمحلال دولت بلافاصله به هرج و مرج می‌گراید. آنها برخلاف نسل پس از خود و برخلاف بخش خیره کننده‌ای از نسل فعالین امروزی، وعده آنچه ناممکن بود را به مردم نمی‌دادند. همانها بودند که در برابر مدرس و امثال پرمدعای دیگری معروف به حاج آقا نورالله اصفهانی و مخالفت‌های این قماش ایستادند و در آبان 1305 قانون نظام وظیفه اجباری را به مرحله اجرا گذاردند، قانونی که نه تنها زیر بنای ارتش نوین ایران شد که با دربر گرفتن کلیه اتباع ذکور دولت ایران، اعم از سکنه های شهرها و قصبات و قرا و ایالات و مسلمان و غیر مسلمان، هم به رشد سواد آموزی به نحوی جدی و عملی یاری رساند و هم با برقراری مساوات قومی، طبقاتی و دینی در برابر پرچم به عدالت اجتماعی معنا و مفهومی نوین بخشید. آنها سیاست را برای ایران می‌خواستند، نه ایران را برای سیاست، و سیاست را برای قدرت، و قدرت را شهرت، و شهرت را برای ثروت، و ثروت را برای شهوت.